سلام، من ابوالفضلم و امروز میخوام در مورد اون دو تا چالشی که باعث میشد ما کارها رو به سرانجام نرسونیم صحبت بکنم. ست گودین تو کتاب مهره حیاتی میگه تک تک پروژه‌های نرم افزاری که یک جورایی تو موعد مقرر خودش به سرانجام نمیرسن، یک جورایی قربانی رفع دیرهنگام موانع هستن. من خیلی خوب اینو میتونم درک بکنم چون خودم استاد این درگیری با موانع ام. میگه آقا امروز یه مشکلی پیش میاد، میگیم ولش کن فردا حلش میکنیم. فردا مشکل همون روز به وجود میاد و اونم میذاریم روش، میگیم اینم فردا حل میکنیم. یعنی الان دو تا مشکل رو انداختیم برای روز سوم و همینطوری این مشکلاتو مینازیم عقب تا روزی که قرار پروژه تحویل بدیم یا از روش رونمایی بکنیم، میبینیم که به 100 تا مشکل به وجود اومده و نمیشه این 100 تا رو حل کرد دیگه. برای همین زمان رو شروع میکنیم جابجا کردن، یا روزو میندازیم عقب، یا اصلا میگیم آقا قید پروژه رو میزنیم دیگه. انقدر این پروژه رو تاریخش رو جابجا کردیم که دیگه از حوصله یک جورایی خارج شده. دومیش هماهنگیه. میگه آقا جان سه نفر آدمی میخوام با هم دیگه دست بدیم، من با ایشون دست میدم، این دوتا هم با هم دیگه دست میدن، سه بار با هم دیگه دست میدیم. وقتی که یک نفر چهارمی بهمون اضافه میشه، 4 بار با هم دست نمیدیم، 6 بار با هم دیگه دست میدیم و همینطوری هر چی تعداد اعضای تیم اضافه میشه، بعد این تساعدی میره بالاتر و هماهنگی هم همین شکلیه. یعنی هر چی تعداد اعضای تیم بیشتر میشه، هماهنگ کردن این آدما با هم دیگه سخت‌تر میشه. میگه یکی از دلایلی که مثلا تو کمپین ها شرکت های کوچیک شرکت های بزرگ رو شکست میدن همین، اولا تعداد آدم هایی که یه جوری مهره های حیاتیشون توی تیم تراکمش زیاده، دو اینکه تعداد آدم هایی که درگیر پروژه ان کمتره. کجا 3 نفر آدم میخوان تصمیم بگیرن یه کاری رو انجام بدن، کجا 100 نفر آدم قرار با هم هماهنگ بشن تا یک اتفاقی رو رقم بزنن. میگه یه دو تا راهکار برای این کار وجود داره. یکی اینکه بیایم تعداد آدم‌های تصمیم گیرنده توی تیم رو کم بکنیم، یکی اینکه یه مهره حیاتی رو بردارین بذاریم به عنوان مدیر پروژه.